حماسه روستازاده گرگانی، فداکاری روستازاده گرگانی برای نجات 200 مسافر، نام قهرمانان افسانه‌ای را زنده کرد. پسر بچه روستایی از سقوط قطار جلوگیری کرد. پیشنهادی درباره قدردانی از روستازاده قهرمان. ای وای، روستازاده قهرمان پاداش گرفت. فداکاری روستازاده یک بار دیگر بر سر زبان ها افتاد. دروغ بزرگ سال، حماسه روستازاده گرگانی، مردم را بیش از این بی اعتقاد به مطبوعات نکنید. حماسه روستازاده گرگانی روی پرده سینما می آید. فیلمبرداران وزارت فرهنگ و هنر برای تهیه فیلم از این روستازاده به گرگان رفتن و قسمت هایی از این فیلم را تهیه کردن. دستور آن اداره مبنی بر تهیه فیلمی از حماسه روستازاده گرگانی احتراماً تصدیق می‌دهد. هیئت اعزامی در ابتدای مأموریت خود از محل سکونت کودک حماسه ساز مورد نظر بازدید به عمل آورد، لکن نامبرده با توجه به مراتب فداکاری خود پدر از کار افتاده خیش را برای معاینه و احیاناً معالجه به شهر گرگان برده بود. لذا هیئت اعزامی فرصت را غنیمت شمرده با توجه به ضوابط مردم شناسی و فرهنگ عامه گزارشی از وضع زندگی اهالی و خلق و خوی آنان تهیه کرد. لاملنگ روستایی است خوش آب و هوا در 8 کیلومتری شهر گرگان با روستایانی مهمان دوست. بازی‌های عامیانه در ده لاملنگ. جنبه‌های دهسازی در ده لاملنگ. کوچه بندی در ده لاملنگ. شور و شوق بچه ها در ده لاملنگ. معماری سنتی در ده لاملنگ. کدبانوگری بانوان در ده لاملنگ.
کرشمه مرغان در ده لامله. گپ زدن آقایان در ده لامله. و بالاخره صنایع دستی در ده لاملنگ مورد بازدید هیئت قرار گرفت و با اهالی دوستی و آزمایش استعداد سنجی به عمل آمد. مضافاً در ده دیوانه‌ای بود که به آشنا و غریبه می‌خندید. با توجه به کوتاهی مدت و ضیق وقت، هیئت تصمیم گرفت کار خود را از مصاحبه با شخصیت‌هایی که با حماسه مورد نظر ارتباط داشتند آغاز کند. نماینده کیهان یک تیک چهار. شما آقای صحرایی سرپرست نمایندگان کیهان هستیم؟ بله، من صحرایی سرپرست نمایندگان کیهان در گرگان هستم. شما اولین بار این خبر قهرمانی روستازاده گرگانی رو به تهران فرستادید؟ بله، اولین بار من این خبر رو به تهران فرستادم. ولی بعضی از جراید از جمله روزنامه شمال ایران این خبر روزنامه کیهان رو تکذیب میکنه. چقدر خوبی که شما خودتون از نزدیک به مراجعه بکنید ببینید و با سپاهی دانش، تف، همسایگانش، تدخلاش تماس بگیرید و تحقیق کنید که ببینید آیا تف جلو قطار رو گرفته یا نه. شما چه دلیلی دارید که واقعا این تف جلوی قطار رو گرفته؟ دلیل این که داره، علاوه بر اینکه تف میگه همسایگانش هم شاهد هستن، بعضی از مقامات دولتی استان از جمله استاندار استان دوم تایید کرده که قطار وسیله بچه نگه داشته شده و علاوه بر اون شواهد دیگر از جمله کدخدا، کسانی که در اون لحظه در اون محل وجود داشتن، همه تایید میکنن که جلو قطار رو تف گرفت. دروغ محض آقا. وزارت کشور استانداری مازندران شماره 25797 به تاریخ 6/9/46 ناحیه راه آهن شمال، عطف به نامه شماره 37025 مورخ 38/46 به عنوان فرمانداری گرگان اشعار می دارد. با تحقیق و رسیدگی که به عمل آمده، خبر مندرج در روزنامه کیهان صحیح بوده که بر اثر فداکاری و راهنمایی مؤثر طفل موصوف، مسافرین قطار از مرگ حتمی نجات یافتند. بنابراین آنچه مسلم است، مسئول عدم توجه مأمورین زیربط عرض راه می باشند که در راه انجام وظیفه قصور و غفلت ورزیدند. استاندار مازندران ملایری. دروغ محض آقا. روستازاده روزنامه شماره ایران پلان 1-2. معذرت میخوام، جناب عالی مدیر روزنامه شمال ایران هستین؟ بنده نوازش مدیر روزنامه شمال ایران. فرمایشی داشتید؟ من می‌خواستم نظر جناب عالی رو درباره این روستازاده گرگانی بپرسم. ای آقا، باز روستازاده گرگانی. چطور شما عصبانی هستین از این موضوع؟ بله. چرا؟ متاسفانه عصبانی هستم. راجع به این موضوع اگه می‌خواید تحقیق بفرمایید، به تفصیل در یکی از شماره‌های روزنامه شمال ایران این موضوع را نوشتم. تشریف ببرید بالا دفتر. بله. این شما روزنامه رو بگیرید مطالعه بفرمایید، استدعا میکنم. به تفصیل نوشته شده. بسیار خوب، اون رو مطالعه میکنم. اما ممکنه که از شما خواهش بکنم یه چند کلمه هم شفاهن بفرمایید موضوع چی بوده، از چه قرار بوده، نظر شما چه است؟ جناب عالی، اگر واقعیت و حقیقت را میخواهید، حقیقت عبارت از این است که ما همچنین قهرمانی متاسفانه نداشتیم. قطار مسافری اون شب به گرگان نیامده آقای محترم. قطار مسافری در 85 کیلومتری گرگان در بهشهر توقف کرده. پس اصلا قطاری نبوده؟ قطاری نبوده، جان 200 نفر مسافری در کار نبوده که روستازاده گرگانی یا بنده یا جنابانی یا یکی دیگه بیاد اینو نجات بده. اصلا موضوع قطار مسافری در کار نبوده. پس چه قطاری بوده؟ قطار باری بوده، مسافر بری نبوده. من تا تف تصور میکرد که قطار مسافر بریه و به من گفت که اگر من کشته میشم بهتر از اینکه 200 نفر کشته بشه. رو همین لحاظ بود که ما خبر به تهران به اون شکل مخابره کردیم. یک قطار باری از بندرشاه حرکت میکنه در اون شهر به گرگان. اونم الزام داشته مزومات برای ارتش لازم بوده بیاره و این قطار به صورت خیلی بطی برگ احتیاط در دستش بوده. بله. بنده رفتم 3 روز، خودم خبرنگاران روزنامه 3 روز تمام وقت خودشون رو تلف کردن
و دنبال این مسئله رفتن ببینیم که واقعیت موضوع چی بوده. متاسفانه هرچی بیشتر تحقیق کردیم دیدیم که نخیر، اون چه روزنامه محترم کیهان نوشته یک خبر صحنه سازی بوده. عجب. صحنه سازی مثل همه صحنه سازی هایی در بعضی از مطبوعات وجود داره. آقای فرماندار، حالا میتونم از شما تقاضا بکنم که نظر خودتون رو درباره روستازاده گرگانی بیان بفرمایید. به نظر من عملی که این بچه انجام داده با توجه کارکنان قطار توهم بوده، به این معنی که در شب حادثه که ما همه متوحش بودیم 29 مهر این بچه که در اطراف خط آهن منزل داشته برای انجام کاری احتیاج به عبور از روی ریل پیدا میکنه و به نتیجه متوجه میشه که زیر ریل خالی است. یعنی تراورس ها کنده شده یا اینکه خاک ها خالی شده؟ خاک ها کنده شده ولی تراورس هنوز به جای خودش هست و به تبع توجه پیدا می کند که این مسئله برای قطار بی تردید تولید خطر خواهد کرد. و چون در کتاب خوانده بوده نظیر این داستان رو، در ذهن این بچه مطلب متداعی میشه و به حکم تداعی معانی به این فکر میافتد که خدمتی انجام بکنه و به جلوی قطار پیش بره و قطار رو متوقف بکنه. و همین قصد با دیدن چراغ قطار از دور به سوی قطار حرکت میکنه. بله. و در همین حیث که او برای توقف قطار اقداماتی رو شروع میکنه و علامت میده. دقیقاً چه جور علامتی میده قربان؟ البته چون این بچه در اطراف راهن همینطور که گفتم منزل داشته، بارها علائم رو از دست سوزانبانها و کارکنان راهن دیده و به طبع یک بچه خیلی زود میتونه آشنایی پیدا بکنه با این علائم و اشارات. و در همین موقع بوده است که خود کارکنان قطار توجه پیدا می کنند که در بین راه خطری هست و قبلا اقدام برای توقف کرده بودند و عمل کارکنان راهن با اقدامات این بچه با هم همزمان بوده. دروغ محش آقا. اصولا در راه آهن رسم بر این است که موقعی که یک قطار میخواد خارج بشه از ایستگاهی، ایستگاه بعدیش باید خبر بهش بده، یعنی اجازه بده که این راه بازه. بنابراین وقتی که قطاری که از ایستگاه قبل حرکت کرد اومد بیاد سمت گرگان، مامورین ایستگاه خبر نداشتن که پل خرابه، جاده خوب نیست. نه خیر، پلی که خراب شده پل انجلابه. این پل انجلاب با جایی که قطار توقف کرده 2800 متر فاصله داشته. بچه، یک بچه یا یک آدم بزرگ یا یک ژنی، یک قهرمان چطور میتونه در فاصله 3 کیلومتری متوجه بشه که پل خراب شده؟ اونم در اون شب طوفانی، در اون شب وحشتناک، در اون شب سیلاسه. در باره آتش زدن کد نظرتون چیه؟ به طوری که خود او میگفت و همینطور هم بود، باران طبق معمول در آن شب کم و زیاد میشد و ممکن است که در یکی از این فاصله ها که باران کم شده بود از موقعیت استفاده کرده باشه و با کمک نفت کت رو آتش زده باشه و کت یا هیچ چیز دیگر در اون شب سیل، در اون شبی که اون شدت باران میبارید قابل احتراق نبود. محال هیچ آتش نمیگیره در اون شب. باران در اون شب کم و زیاد میشد و ممکن است در یکی از این فاصله ها که باران کم شده از موقعیت استفاده کرده و کت رو آتش زده. نه تنها چیز ببنده، خیلی جستم که کتی پیدا بکنند. از خود بچه، پدر و مادر بچه کت پرسیدن، خودشون هم گفتن که کتی در کار نبوده و کتی نداشتیم که آتش بزن. در هر حال این عملیات این طفل مقارن بوده است با توجه کارکنان قطار که قبلا به این موضوع توجه کرده بودند که در پیش خطری هست و قطار رو به حالت توقف در آورده بودند. بنابراین آنچه مسلم است، مسئول عدم توجه مامورین زیربط ارزراه می باشند که در راه انجام وظیفه قصور
و قفلت ورزیدند. دروغ محض آقا. آیا تشویقی هم از این بچه به عمل آمده؟ تا با پیشنهادهای زیادی شده. از جمله برای روز اول آقای رئیس ایستگاه 5 تومن به خودش 5 تومن هم به برادرش داده. اون تشویق که البته یک کمک تحصیلی از بابت همین از بابت کمک تحصیلی شهرداری مبلغ مختصری به عنوان کمک تحصیلی او پرداخت کرده، شاید در حدود 2000 ریال. یه مدال تربیت بدنی هم به سینش نصب کردن، کت شلوار و کیف و یک کتاب هم یکی از معلمان شیراز واسش فرستاده و معلمان مشهد هم از ایشان دعوت کردن که در تابستان به مشهد مسافرت بکنن، از ایشان پذیرایی بکنن. علاوه بر این 1000 تومان هم که وسیله چیکی که داده شده به روزنامه کیهان فرستادن که ما بهش تحویل بدیم. این تشویقاتی شده، نامهای دیگری هم از سرتاسر این شهر مملکت نامه مرتب واسش داره میاد و ما نامه رو بهشون میدیم. آنگاه پیش از رفتن به ایستگاه راه آهن گرگان که به علت خرابی پل به حالت تعطیل درآمده بود و مصاحبه با مقامات محترم آن، هیئت از محل خرابی پل بازدید و از عملیات ساختمانی آن که مجدانه ادامه داشت دیدن کردند. جناب عالی رئیس ایستگاه راه آهن گرگان هستید؟ بله، بنده محمد طبیع سعادت سرپرست راه آهن گرگان هستم. شایع است که این روستازاده گرگانی جلوی ترن گرفته. نظر شما چیه؟ خیر، متاسفانه صحیح نیست. چطور بوده؟ شبی که بارندگی سیلاسا شروع شد، مامورین فنی و مجاز راه آهن طبق معمول به تمام طول خط ناحیه راهن شمال از بندر از گرگان تا فیروزکوه رفته بودند و مراقب خط و پل‌های سر راه قطارها بودند. بارندگی چه ساعتی شروع شد؟ بارندگی بین ساعت 5 تا 5 نیم بعد از ظهر شروع شد و مرتبا شدت پیدا می‌کرد. این قطار از کجا راه افتاده بود؟ قطاری که منظور نظر جناب عالیه قطار باری بود که از بندرشاه ساعت 20 و 35 دقیقه برای رسانیدن معمولات ارتش به سمت گرگان حرکت کرد. چه ساعتی متوقف میشه این قطار؟ این قطار ما در ساعت 21:15 دقیقه موفق شدیم که متوقفش بکنیم. چه ساعتی شما اطلاع حاصل کردید که این قطار حرکت کرد؟ معمولا موقعی که قطار حرکت میکنه به ما اطلاع میدن. اطلاع داشتیم که ساعت 20:35 دقیقه حرکت کرده، ولی از خرابی راه در ساعت 20:45 دقیقه متوجه شدیم. یعنی 10 دقیقه بعد از حرکت. بعد از حرکت قطار. بله، آقای سرکارگر خط یک مأمور جوری بازشرخه برای اطلاع از خرابی خط به ایستگاه فرستاد و من بلافاصله مأمور فنی با تجهیزات لازم از قبیل چراغ سرنگ، ترقه، فشنگ فیوزی برای متوقف کردن قطار فرستادم. خود منم در تعقیب به اتفاق چند مأمور دیگه برای نظارت در این کار به سمت آسیب دیدگی خط حرکت کردیم و موفق شدیم قطار را به موقع متوقف کنیم. در این قطار مسافرم بوده؟ خیر، در این قطار فقط یه تعدادی مأموران فنی و بدرقه بودن که مراقبت از حرکت قطار میکردن. قطار مسافری که مسافر دار نرسیده به بهشهر متوقف شده بود که راهن برای انتقال مسافرینش اتوبوسی تهیه کرد و
200 تومان هم کرایه پرداخت و مسافرین رو به مقصد رسوند. من انواردار راهن گرگان هستم، ولی اون شب چون معاون ایستگاه در مرخصی بود به شغل ایشون هم انجام میدادم و رفتم جلوی حادثه. و میگن این بچه با آتش زدن کت خودش قطار رو متوقف کرده، نظر شما چیه؟ این کار امکان نداره، چون اون شب حادثه که من رفته بودم همین کتی که الان در تنم هست، این کت که خیس شده بود هیچ شناسنامه هم بلکه در جیبم خیس شده بود. و اگر بنزین اس اس هم که به حال هواپیمای بریزن روی این، این کت هیچ وقت آتش نمیگیره. چطور ممکنه که مثلا با نفت یا با کبریت بتونه آتش بزنه؟ سروان امیرعباس عشقی پور، رئیس پلیس راهن گرگان. اگر این روستازاده گرگانی جلوی تلنو نگرفته، پس چرا راننده قطار بدتر سوار میکنه؟ اتفاقا سوال بسیار جالبی کردین، چون بنده ماموریت داشتم در این مورد تحقیقاتی بکنم. این بچه وقتی که از منزلش خارج میشه میبینه که کلیه مسیرش رو آب گرفته. روی این حساب بهترین نقطه رو برای خودش برای عبورش خط رو در نظر میگیره و از وسط خط عبور میکنه، ضمن اینکه فانوسی هم در دست داشته. قطار وقتی میرسه، مامور قطار میبینه که یک نفر با فانوس طول خط عبور میکنه، فکر میکنه که کارگر خط، اینی که قطار متوقف میکنه. بعد میبینه یه بچه‌ایه و این بچه خیس شده، بارون اومده زیاد خیسش کرده. روی حس نودوستی این بچه رو سوار میکنه و به مسیر خودش ادامه میده که بعد مامورین خط جلوی قطار رو میگیرن و قطار رو متوقف. از اونجایی که بچه سوار میشه تا اونجایی که مامورین قطار رو متوقف میکنن تقریبا 800 متر میشه. یعنی 800 متر این بچه رو سوار میکنن قطار. بله، تا قطار متوقف میشه. نزدیک امامزاده به نام امامزاده هاشم. در کارگاه 1 تیک 2، شما چه سمتی در ایستگاه گرگان دارید؟ حسن نورمحمد مسئول حفاظت خط. یعنی خرابی خط رو شما کی فهمیدین در اون شب حادثه؟ خرابی خط وقتی باران شروع میشه، وظیفه مامورین خطه که باز بره طول خطش سرکشی بکنه ببینه خراب شده یا نه. خب شما رفتین سرکش کردید؟ بله، قبل از این عرض کنم وقتی که آقای گلاوند از بندرشاه تلفن کرد، رئیس حوزه گفت قطار باره با سرعت 30 داره حرکت میکنه، وضع خط چجوری است. بنده حرکت کردم با سرخران، رفتم طول خط، رفتم پل اول، رسیدم که پل آهنی اونجا خراب نشده بود، از زیر پل به محل زنگ ملا آب میرفت. اونجا بنده پیاده شدم سپاهدانش زنگ مردم، اونجا بودم با سه نفر آبروماهای راهنمایی که میکردن اونور که محل خراب نکنه. پیاده شدم، گفتم که قطار میاد زیر قطار نریم. از اونجا حرکت کردیم، رفتیم پل اولی که خراب شده 200 متر اونورترش، دیدیم که پل خراب شده. من به سپاهدان گفتم شما برگرد به ایستگاه اطلاع بده، اگر قطار حرکت نکرده حرکت نکنه، اگر حرکت کرده باشه بنده با فانوس با پرچم قرمز میرم. رفتم دیدم پل دومی هم اصلا خراب شده. خب بالاخره ترن کی نگهدار چلو شد؟ ترن بنده نگهداشتم. شما نگهداشتید؟ بله. پس میگن یه بچه روستازاده گرگانی. نه خیر، درو میگن این ساختگی آقا. این بچه ساختگی؟ بله. کتش آتش زده چی؟ من الان کتمو در میارم میاندازم تو آب، عرض کنم نفت بریزین کبریت، اگر آتش شیری باز مال بچه‌ام حق. اونجایی که قطار متوقف شد چقدر فاصله داشت تا پل خراب شده؟ تقریبا 2800 متر جلو روبروی امامزاده سلیمان قطار ما نگه داشت تا پل 2200 متر. شما اصلا این بچه رو ندیدید؟ نه خیر. این روستازاده گرگانی پس کیه؟ ای آقا، باز روستازاده گرگانی، باز روستازاده گرگانی. روستازاده گرگانی ما نمیدارم و ندیدیم. این بچه را بلاخره زایدن انداختن جلو ما، بزرگی شدن همه ما از سر خودمان بزنیم. خب دیگه چی؟ و بنده با داشتن روز ده تومن حقوق پاس، روز دو سه تومن پول مجله، پول روزنامه میدم تا امروز اصلا ببینم وضع ما چیزی شده. حالا خوش شده که یک تصادف نشده، اگر تصادف میشد سرنوشت ما نمیدارم چطور میشد و کجا میکشید. پس از تهیه فیلم و انجام مصاحبه های فوق الذکر، هیئت فیلمبرداری برای انجام مأموریت اصلی خود و گفتگو با کودک حماسه ساز مورد نظر و اطرافیان او به ده لاملنگ بازگشت. تو را به یگانگی می‌ستاییم. به پیامبران و به گزیدگانم سلام.
چاره‌ای به خاطرش رسید. با وجود سود و سرما شدید و سرعت لباس‌های خود را از تن در آورد و با چوب دست خود بس دفت فانوس را و لباس‌ها ریخت و آن را آتش زد. ریز علی در حالی که مشعل را بالا نگاه داشته بود به طرف قطار شروع به دویدن کرد. راننده قطار از دیدن آتش دانست که خطر در پیش است. ترمز را کشید. قطار پس از تکانهای شدید از حرکت باز ایستاد. راننده و مسافران سراسیمه از قطار با بیرون رفتن. از دیدن ریزش کوه و مشعل و ریز علی با بدن برهنه در آنجا ایستاده بود. دانست که فداکاری این مرد اونها را از چه خطر بزرگ نجات داده است. ریز علی خواجوی دیقان فداکار شادی آن لحظه را هیچگاه خاموش نخواهد کرد. من عبدالرحیم سپاهدانش قدیه لامدنگ هستم. محمد اسماعیل نودی شاگرد شماست؟ بله شاگردم است. چطور شاگردیه؟ شاگرد خوبیه، مبصر کلاسه، خودشم شاگرد اولی کلاس. شما راجع به این واقعه متوقف شدن ترن چی میدونید؟ واقعیت رو من از اونجا میفهمم که این بسه یه روزی تأخیر کرده بود. وقتی که اومد سر کلاس من علت تغییرش رو ازش پرسیدم. در جواب گفتن که شب من جلو قطار رو گرفتم و لوکوموتیو ران به من گفت که فردا میای اصلاح تا اقدام بکنه. این ترن کجا متوقف شده؟ این ترن سر سراحی قریه لاملنگ جلو امامزاده سلیمان. بالاخره ما نفهمیدیم این امامزاده هاشمه یا امامزاده عبدالله یا امامزاده سلیمان. امامزاده عبدالله. امامزاده یه به نام امامزاده هاشم. امامزاده سلیمان اسمش. و سپس روستازاده حماسه سازی که جان صدها مسافر را از مرگ حتمی نجات داده بود مورد مصاحبه قرار گرفت. محمد اسماعیل نودهی شما هستی؟ بله. چند سالتونه؟ 12 سال. کلاس چندمی؟ کلاس پنجم. میتونی این جریان متوقف کردن ترن رو برام مختصرا بگی؟ بله. از که از دبستانم تعطیل شدن و منزل میخواستم برم، باران شدید میامد. خب. ولی سیل کم بود، از این ور خط میامد. وقتی که رفتم منزل غذا ما رو خوردیم میخواستیم بخوابیم، من آمدم بیرون ببینم باران چی سیل چجوره. وقتی که آمدیم نگاه کردن دیدم سیل این ور خونه رو گرفته، اون ور خونه رو گرفته. خونه رو ترشیده میخواد بندازه. وقت دویدم به پدر و مادرم گفتم روشین که میخواد خونه رو سیل بندازه. وقت پدر و مادرم وقت روشین دیدن علاجی نیست، من ما رو با برادرم گفتم بلند شید شما از رو خط برین لابلنگ پلو برادره. خب. ما آمدیم از روی خط آمدیم تا این بالا جلو معصوم زاده که رسیدیم. اونجا که رسیدیم خط دیدیم خراب، نمیتونیم رد بشیم. چه عیبی داشت؟ سیل برده بود، سنگ و چوب همش برده بود. زیر خطو؟ بله زیر خط برده بود. چند متر از خط بود؟ تقریبا 25 متر برده بود. خب ما چیکار کردیم؟ اون وقت وایسادیم به برادرم، وقتی دیدم که اتفاقا پشت سر من نگاه کردیم پدرم نمیاد، دیدم اتفاقا قطار هم داره میاد. خب از برادرم سوال کردم اگر الان قطار برسه چپ میشه؟ برادرم گفت بله. پس گفتم چی چاره ای کنیم؟ گفت که اون گفت من که نمیدونم هر کار میخوای بکنی بکن. ما یادم به کتاب سوم افتاد. از روی کتاب سوم که دیدم ریز علی رو خوانده بودم، زود کتم از تنم در آوردم و نفت فانوس ریختم بالای کتم و با اون کاغذی که در جیبم بود آتش زدم. دور دستم پیچاندم، تو دادم دستم. راننده قطار متوجه نشد. باز به همون فانوسی که در دستم بود، به همون فانوس جلو قطار گرفتم. وقتی که راننده قطار با رئیس قطار آمدن پایین، از ما تشخیص دادم و چرا جلو قطار گرفتی؟ گفتم جلوت خطرناکه. اومد وقتی که نگاه کردید که بالا خرابه، نمیتونه بره، گفت باریکلا پسر. وایستاد یک بار نیم ساعت وایستاد، دیدم دو تا راوان دیگر هم آمدن. دیگه کس دیگه اونجا نبود؟ نه خیر. اول ما گفتیم سردمه، گفتیم بریم میانه قطار. گفت برو. راستش دو تا ترکمن میانش بود. ترکمن از کجا اومده بودن؟ از طرف بندرشو اومده بودن. مسافر بودن؟ بله. این قطار که باری بوده. بله مسافرها رو قاچاقی بار کرده بود. خیر متاسفانه صحیح نیست. دروغ نه، ساختگی است. خب بعد چی شد؟ وقت کتر ما که سرمون خوردیم کتشون انداختن بالای ما. بعد از نیم ساعت دو تا راهبان رسیدن. رسیدن به راننده شش میدن تو کی هستی، تو رو نمیشناسم از این حرفا. وقت گفت که شما دیر رسیدید. بعد ما رو سوار کرد، ما خواست بور ساری. سوار کرد عقب عقب رفت یا جلو رفت؟ عقب عقب رفت. ما رو می‌خواست بره ایسکا ساری، پدرم اون جلو نذاشت، گفت نمیخواد بری. اونجا ما رو پیاده شد، گفتیم مشلوخ. گفت مشلوخ فردا صبح برو پلو رئیس گرگان، اونجا هرچی باشه بهت میگه. رفتیم پیش رئیس؟ بله فردا صبحش رفتیم پلو رئیس گرگان. اول که رسید سلام کردیم و گفتیم بهش جایران براش صحبت کردیم. 5 تومن من داد، 5 تومن بردارم. گفت بری روز سه‌شنبه بیای. باز ما روز سه‌شنبه که رفتیم تا رسیدیم اونجا، اون جانداری که جلو منزلش بود ما رو گفت برو پسر جان، دیشب حقت پامال کرده. پس اونجا برگشتیم. فانوستون چیکار کردیم؟ فانوس ما رو دستمون رئیسا گرفتن بردن اونجا.
شما معتقدین که محمد اسماعیل نودهی جلو ترن گرفته یا مامورین راه؟ اصلا محمد اسماعیل نودهی جلو ترن گرفته 100% ما اطمینان داریم. از کجا میدونید؟ از اونجایی که بچه دروغگون نیست، حالا چند سالی که توی مدرسه‌ایه و بعداً من و عبدالله عباس هم سر رسیم تا اندازه‌ای که دتار برگشت برسید. عبدالله و عباس که؟ هم بچه‌های لابلنگن. در جزء انجمن دیگه. شما اول دفعه این خبر رو از کی شنیدید؟ محمد اسماعیل به بنده گفت. خب بلکه محمد اسماعیل دروغ گفته باشه. ما دیدیم به چشم خودمون قربان. دروغ ساختگی سر. شما سپاه دانش هستین؟ من سپاهی ترویج آبادانی حومه گرگان هستم. به نظر شما این بچه جلوی راهن جلوی ترن گرفته یا مامورین راهن؟ من نمیدونم. دروغ ساختگی سر. در اینجا هیئت لازم دید شخصا در ایستگاه راه آهن بندرشاه حاضر شده و با دو نفر از کسانی که در ساختن این حماسه نقش اساسی داشتند مصاحبه به عمل آورد. در این حال هیئت فیلمبردار تا نامبردگان فوق بپذیرند که مصاحبه نمایند، در زیر ریزش باران که گاه کم و گاه زیاد میشد و صحت اظهارات مقامات اداری را نسبت به آب و هوای منطقه ثابت میکرد، به مشاهدات مردم شناسانه خود در زمینه جامعه شناسی صنعتی ادامه داد. جناب علی، ابازر شریفی، لوکوموتوران دپوی بندرشاه. ترن شما دقیقاً کجا متوقف شد؟ در 800 متری خرابی پل که سیل برده متوقف شد. بعد از اینکه متوقف شد چه کردید؟ با مرکز ناحیه با کنترل تماس گرفتیم، دستور دادن با سرعت 10 کیلومتر به عقب برگردیم. یعنی دیگه جلو نرفت؟ نه خیر. کسی هم سوار کردید؟ یه عده دیاتی اونجا بودن که خیس شده بودن و باران شدید بود. التماس کردن سوارشون کردیم جلو منزلشون 2 کیلومتری ورتر پیادهشون بود. جناب علی، امیر کمالی رئیس قطار باری ایشکا بندرشاه. قطار شما با چه سرعتی حرکت می‌کرد؟ طبق دستور کنترل اون برقی رو ما دادن با سرعت 25-30 کیلومتر در ساعت. این دستور کتبی هنوز وجود داره؟ بله بله. میتونیم ما ببینیم؟ بله میتونیم، در ایشکا موجوده. خب پس این که میگن روستازاده گرگانی جلو ترن گرفته، نظر شما چیه؟ روستازاده گرگانی وجود نداشته، فقط مامورین خط بودن که از ایستگاه بندرشاه و یه نفر سوزنبان ایستگاه بندرشاه بود با چند نفر مامور خط با چراغ علامت قرمز شب به ما علامت ایست دادن. ما بلافاصله متوقف شدیم و جریان به ما گفتن اینطور شد. آقا میگن این کت شاتش زده؟ دروغ محض. آقا در اون شب باراندگی که از باران سیل از آسمان میامد، آیا فکر میکنین که کسی بتونه کبی در بیاره کی شاتش بزنه؟ پس این به نظر شما دروغه؟ دروغ محض. بله. ساختگی سه. تقدیم خلاصه و فشرده ای از دست آوردهای تلاش هیئت اعزامی، امیدوار است که حماسه روستازاده فداکار گرگانی به نحو احسن مورد توجه قرار گرفته و با توجه به حساسیت بارانی که در شب حادثه باریده موافقت فرمایند حماسه مزبور به نام آن شب که بارون اومد خوانده شود. با تقدیم احترامات فائقه. کرمی بپرس بلاخره ترن کی نگهدار چلو شد؟ رئیس علی خواجوی، دیقان فداکار. محمد اسماعیل نودی جلو ترن گرفته 100% ما اطمینان داریم. قطاری نبوده که روستازاده گرگانی با یکی دیگه بیاد اینو نجات بده. ترن بنده نگهداشتن. شما نگهداشتید؟ بله. آقا میگن این کت شاتش زده. دروغ محض. آقا در اون شب سیلاسا نمیشه قربان. از عملی نبود. زود کتم از تنم در آوردم و نفت فانوس ریختم بالای کتم.
و اون کاغذی که در جیبم بود آتش زدم. در اون شب باراندگی که از باران سیل از آسمان میامد، آیا فکر میکنین که کسی بتونه کبی در بیاره چیز آتش بزنه؟ این کار امکان نداره. باران در اون شب کم و زیاد میشد و ممکن است در یکی از این فاصله ها از موقعیت استفاده کرده و کت رو آتش زد. محال هیچ آتش نمیگیره در اون شب. اگر بنزین اس اس هم که به حال هواپیمای بریزن روی این کت هیچ وقت آتش نمیگیره. چطور ممکنه که مثلا با نفت یا با کبریت بتونه آتش بزنه؟ دور دستم پیچوندم تو دادم دستم. نه تنها چیز به خودشون گفتن که کتی در کار نبوده. من الان کت می در میارم میاندازم تو آب عرض کنم نفت بریزین کبریت اگر آتش شیره باز مال بچه‌ام هست. از این نظر شما دروغه. دروغه ساختگی سر. بچه دروغگون نیست. الان چند سالی که توی مدرسه ایه؟ شاگرد خوبی، مبصر کلاسه، خودشم شاگرد اولی که. روستازاده گرگانی وجود نداشته. ما دیدیم به چشم خودمون قربان. این روستازاده گرگانی پس کیه؟ من نمیدونم. اتفاقا سوال بسیار جالبی کردین. ای آقا باز روستازاده گرگانی، باز روستازاده گرگانی. روستازاده گرگانی ما نمیدونم و ندیدیم. این بچه را بلاها زایدن انداختن جلو ما بزرگ کردن همون واسه سر خودمون بزنیم. با هم فانوسی که در دستم بود با هم فانوس جلو قطار رو گرفتم. خیر متاسفانه صحیح نیست. عملیات این طفل مقارن بوده است با توجه کارکنان قطار که قطار رو به حالت توقف درآورده بودند. نه خیر دروغ میگن این ساختگی آقا. حقیقت عبارت از این است که ما همچین قهرمانی متاسفانه نداشتیم. با تحقیق و رسیدگی که به عمل آمده خبر مندرج در روزنامه کیهان صحیح بوده که بر اثر فداکاری و راهنمایی مؤثر طفل موصوف مسافرین قطار از مرگ حتمی نجات یافتند. اصل موضوع قطار مسافری در کار نبوده. بنابراین آنچه مسلم است مسئول عدم توجه مأمورین زیر ربط عرض راه می باشند که در راه انجام وظیفه بازال لال بازال لال و باچمال عمر 420 سال هرگز نوین زوال حق محمد و آل زنده باشین انشالله سی سالم باشین شما سال یک دفعه والله در مقید سلطان برسیم خدمت تان سلام بدیم برتان میکنیم ختم کلام میرسه نام مان برنشدین دود مان حق دوازده مان.